خدمت تک تک شما مخاطبین عزیز و گرامی و نازنینم آریا هستم. دو نکته، یکی این که خیلی سپاسگزارم بابت مهر بسیاری از شما که سوال پرسیده بودید بابت این چسب روی صورتم. مسئله مهمی نیست، تو کامنت هم خدمتون عرض کردم، حقیقتش رو بهتون بگم درب ماشین خورده به این قسمت صورتم و یه زخم کوچیکی برداشته. مسئله خیلی مهمی نیست، ولی از مهرتون سپاسگزارم، از توجهتون واقعا سپاسگزارم. یه مسئله دیگه این که ببینید دوستان، من در این برنامه خیلی روک حرف میزنم، لحنم هم شاید متفاوت باشه، قطعا آدمی نیستم که دهانم به یک سری از الفاظ زشت باز شه، ولی لحن قاطع محکم و بدون تعارف و بدون سانسوری دارم در این برنامه. در واقع پاسخ کوبنده ای میخوام بدم. صحبت این حضرت آقا رو اول گوش کنید. من پاسخ مهمی هم به ایشون هم به سایر شورشیان تباه پنجاه‌هفتی دارم. آنچه که در ذهن جوانان ایران از رضا شاه به چشم می‌خورد این است که رضا شاه رو نماد یک درگیری با روحانیان یا آخوندها می‌دانند، که درست هم است. در اون دوران به ویژه به ابتکار دو نفر که خود رضا شاه جزو اونها نبود، تیمورتاش و فروغی، قدرت روحانیان در ایران بسیار بسیار کاهش پیدا کرد. تیمورتاش در زندان مرد، فروغی هم خانه نشین شد. این برداشتی که در میان جوانان ایران وجود داره، این موضوع رضا شاه روحت شاد رو خیلی برجسته میکنه. جالب اینجاست که همین کسانی که این شعار رو میدهند، شعار مرگ بر دیکتاتور رو هم میدهند. یعنی با دیکتاتوری آقای خامنه ای سر ستیز آشکار دارند. بنابراین نمیتوان پذیرفت که این جوانان آگاهی زیادی از خودکامگی دوران رضا شاه داشته باشند و همچنان شیفته خودکامگی دوران رضا شاه باشند. ببینید دوستان، من قبل از اینکه پاسخ مستدل بدم به فحوای صحبت این حضرت آقا، یعنی در خصوص بحث دیکتاتوری رضا شاه بزرگ و شاهنشاهی مهر و اینا که اینا مطرح میکنن، یه مسئله رو میخوام عرض کنم قبل از اینکه به این برسم، و اون نوع نگاه این فرد و امثال این فرد هست به نسل من و نسل ما و امثال من و امثال ما. ببینید، بدون هیچ تعارفی شورشیان تباه پنجاه و هفتی نسل شرم تاریخ ایران، یعنی به معنی واقعی کلمه نسل شرم تاریخ ایرانند. هر نسلی در این مملکت
یک قدم برای اون مملکت برداشت. نسلی که فقط نابود کرد ایران رو، نسل تباه شورشی 57 که نسل شرم تاریخ ایرانه. و نکته جالب اینه که این حضرات شورشی به جای اینکه برند امروز بعد از آشکار شدن گندی که به این مملکت زدن، آتشی که به ایران زدن و آتشی که در زندگی تمام نسل‌های بعدی فوران کردن، برند به جای اینکه در یک گوشه بشینن و روزی 10 بار بگن ببخشید 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 ببخشید، در کمال وقاحت با این پرونده ننگین می نشینن و همچنان نسبت به نسل من و ما و سایرین نگاه از بالا به پایین دارند. مگه میشه همچین چیزی؟ که گویا، ببین نوع گفتار اینطوریه که گویا ما های آدم هایی هستیم که تاریخ رو نمیشناسیم، رضا شاه بزرگ رو نمیشناسیم، دیکتاتوری پهلوی ها رو مثلا از قول حضرات نمیشناسیم و یه جوی گرفتتمون و بر اساس یک جوی برای لج در آوردن آخوندها طرفدار پهلوی ها شدیم، که گویا ما اصلا هیچ اطلاعی از تاریخ نداریم و فقط چون میخوایم لج آخوندها رو در بیاریم میگیم رضا شاه روحت شاد یا میگیم جاوید شاه یا طرفدار پهلویسم هستیم. چه کسانی این حرف رو میزنن؟ کسانی که به عقیده من اصلا من کارنامه سیاسیشون رو به کنار، به نظر من حداقل شعور ذهنی رو ندارند با کاری که کردند که بخواند اصلا یک انسان دیگر رو در کره زمین قضاوت کنند. یه نسلی بودید شما شورشیان تباه 57 که اولین نسل تاریخ ایران بودید که وارد دانشگاه شدید و فکر کردید که از کره مریخ اومدید. بزرگترین ضربه رو به تاریخ ایران، به مملکت ایران، به نسل‌های بعدی ایران زدید در همون مملکت بعد از فاجعه‌ای که به بار آوردید نتونستید زندگی کنید، گذاشتید رفتید و الان همچنان نشستید در رسانه‌های جریان هستی دارید از نگاه بالا به پایین به ماها نگاه میکنید. اصلا شما غیر از ببخشید کلمه دیگه ای نمیتونه از دهنتون در بیاد، غیر از اینکه سرتون رو بندازید پایین کار دیگه ای نباید از دستتون بر بیاد. مگه میشه که یک آدم هایی با یک چنین پرونده که نتیجهش رو دیدیم، با یک چنین تصمیم گیری هایی که نتیجهش رو دیدیم، با یک چنین روند حرکتی و سیاسی، اینا صلاحیت عقلی این رو داشته باشن که بخوان درباره امروز و فردا تز صادر کنن؟ اصلا مگه میشه که یک نسلی که شاه ایران رو کنار گذاشت به خمینی رو آورد، نسلی که ایران گرایی رو کنار گذاشت به جهان وطنی سرخ یا امت گرایی سیاه روی آورد، اصلا این حق داشته باشه دیگه حرفی بزنه غیر از عذرخواهی و نهایتا غیر از همراهی؟ به یزدان که گرم آخرت داشتیم، کجا پادشاه جسوار مسلط به چند زبان زنده دنیا رو باید آواره مست بکنیم؟ و خمینی الاغ سوار بی سواد بنیانگذار جهل و دروغ و خرافه و دزدی اداره کشور رو به دست بگیره، اداره کشورمون بیفته دست کسایی که کنترل اداره خودشون هم ندارن. من بحثم سن نیست، ما در همون نسل کسانی رو داریم که قهرمان ما هستن، کسانی داریم که طلایه‌دار هستن، کسانی رو داریم که چراغ راه بودند برای ماها. ولی شورشیان اون نسل فقط باید بشینن تو خونه بگن ببخشید. و نکته جالبش اینه که از بالا به پایین نگاه میکنن که گویا ما نمیدونیم حقایق تاریخ رو. نه شما فهمیدید، شما میدونستید، شما کار درست رو انجام دادید. آخه شرم هم خوب چیزیه. اتفاقا به قول اندرو اسکات کوبر، بهترین زمان برای شناخت حقایق تاریخ در هر کشوری چند دهه بعد از اون زمان تاریخه. چرا که اسناد بیرون اومده، چرا که شور و هیجان خابیده،
چرا که خیلی مسائل مشخص شده و بهترین زمان برای تحقیق و بررسی در خصوص یک پریود تاریخی چند دهه بعدشه. بنده شخصا به عنوان یکی از همین نسلی که شما از بالا به پایین نگاه میکنید بهشون و فکر میکنید که فقط ما لج کردیم، کسی هستم که بیش از 20 سال از 30 خورده سال عمرم رو صرف مطالعه و تحقیق درباره تاریخ ایران زمین کردم. چطور به خودت جرأت میدی که میشینی اونجا و اینطوری صحبت میکنی درباره کسانی که پهلویست گرویدن؟ اتفاقا نسل ما پر افتخار ترین نسل تاریخ ایرانه، در مقابل شما که نسل شرم تاریخ ایرانید، برای اینکه ما در دل سیاهی، در دل نبودن اطلاعات، در دل دوران ضحاک به یک رنسانس فرهنگی رسیدیم. بر اساس مطالعه تاریخ ما شاید جزو اولین نسل هایی هستیم که ایرانگرا شدیم، ملیگرای واقعی شدیم، نه ملی منقلیچی، که از جهان وطنی بیزاریم، که از امتگرایی بیزاریم. اما واقعیت های تاریخ رو بررسی کردیم، مثل شما شعار نمیدیم. چطور به خودت اجازه میدی بشینی اونجا و برگردی بگی که اینها نمیدونند، حالا یه لجی کردن به آخوندها، ما نمیدونیم، من 20 خورده سالم رو صرف مطالعه تاریخ ایران کردم، اسناد مختلف رو بررسی کردم، کتب مختلف رو خوندم، در تاریخ شفاهی با افراد بسیاری هم کلام بودم و گفتگو کردم. شما چی کار کردید؟ شما یه مملکت رو آتیش زدید، یه مملکت پیشرو رو نابود کردید و فرار کردی، نتونستی در اون گندی هم که زدی خودت دووم بیاری و هنوز نشستی اونجا. ببینید، صرفاً برای اینکه کارنامه یک عمر اشتباه خودش رو این آقا و امثال این آقا بتونن توجیه کنن، کارنامه یک عمر گند و اشتباه و مسیر غلط رفتن رو بخوان توجیه کنن، میان میخوان جلوی صد راه ما بشن با تحقیر این نسل که شما حالا لج کرد، انگار داره با بچه حرف میزنه. این شما بودید که عمل کردتون نشون میده که قوه تصمیم گیریتون در حد کودک هم نبوده. خجالت بکشید یا ساکت شید و همراه شید، که به نظر من قطعا با افتخار ما پذیرای هم چیزی خواهیم بود، همراهی رو، یا واقعا در محترمانه ترین حالت دیگه دهانت رو ببندید واقعا اگه همراه نمیشید. حضرت آقا تاریخ رو اینطوری بررسی میکنند، عمو جان تاریخ رو اینطوری بررسی میکنند، تاریخ رو در ظرف زمان خودش میسنجند، تاریخ رو با توجه به شرایط دنیا و مملکت میسنجند، تاریخ رو بر اساس گذشته یک خاک میسنجند، تاریخ رو بر اساس شرایط جهانی میسنجند. در زمان رضا شاه بزرگ، در کشورهایی به مراتب پیشرفته تر از ایران، کشورهایی که مدنیت داشتن مثل آلمان، مثل ایتالیا، مثل حتی شوروی، مثل خیلی کشورهای دیگه، چه کسانی حاکم بودن؟ در آلمان هیتلر بوده، در ایتالیا موسولینی بوده، در اسپانیا فرانکو بوده، میگم فرانکفورت، در شوروی استالین بوده، در همون ترکیه آتاتورک بوده، در ژاپن توجو بوده، در آمریکا گروه های کلوکوکس کلان بالاترین قدرت ها رو داشتن. بعد در یک کشوری که یک مش آدم خموده درگیر افیون و تریاک داشتن میلولیدن تو هم دیگه، زندگی نمی کردن در زمان اواخر قاجار در ایران، و چهار گوشه مملکت دست عمال اجنبی تجزیه طلب بوده، مردم از بیماری ساده میمردن، کشوری که هیچی از عناصر مدنیت نداشت،
در یک همچین جامعه سردار سوادکوهی ظهور کرد، مملکت رو به دست گرفت و نجات داد. چطور میشه با این مملکت به شیوه شعارهای شما دموکراسی کارو پیش برد؟ کدام دموکراسی در کدوم مملکت؟ کسایی که 99 درصدشون هم سواد خوندن نوشتن نداشتن، داشتن از گشنگی و حسبه و وبا و کوفت و زهرمار میمردن. همونش رو هم وقتی مقایسه کنید رضا شاه بزرگ رو با هم نسلان خودش در کشورهای متمدنتر، در کشورهایی که مدنیت داشتن، نمیتونی نام دیکتاتور بدی به رضا شاه. رضا شاه رو وقتی با هیتلر و موسولینی و فرانکو و استالین و توجو اینا مقایسه میکنی، نمیتونی نام دیکتاتور بهش بدی. تازه در یک کشوری که اولیه های مدنیت رو هم نداشت. رضا شاه بزرگ روزی که در این کشور اومد، جزء فرمان های اولیه‌اش این بود که من عذر میخوام از بینندگان عزیز، عذر میخوام از بینندگان عزیز، گفت هر جایی مردم نرید شلوارتون رو بکشین پایین، ادرار رو مدفوع کنید. رضا شاه بزرگ درگیری و مشکلش با این بود که با دوش آب مخالفت میشده توی مملکت. کدوم دموکراسی؟ مسخره کردید خودتون رو با این شعارها؟ کجای تاریخ درباره رهبران مملکت سازشون چنین برخوردی میشه؟ در آلمان در خصوص بیسمارک چی میگند؟ خجالت بکشید. کجای تاریخ درباره یک کسی که اولیه های مدنیت رو در مملکت ساخت چنین برخورده میکنن که شما با وقاحت چنین کاری رو میکنید؟ کسی که دانشگاه در ایران آورد برای اولین بار، کسی که کشف حجاب کرد، زنان رو از پستوی خونه بیرون کشید و وارد اجتماع کرد، کسی که بیمه رو ساخت، راهن رو ساخت، راه شوستر رو ساخت، بانک اول رهنی رو به وجود آورد، کسی که چهار گوشه مملکت رو یک پارچه کرد، عمال اجنبی و بیگانه رو در هم کوبید، کسی که پایه های مدنیت رو در یک جامعه گذاشت، چی دارید میگید در موردش؟ ما لچ کردیم با آخوند؟ نه خیر، ماها فهمیدیم در درازای تاریخمون مملکت ما پس از دوره تمدن باستانیش همینطور رو به اضمحلال میرفته و خاندان ایران ساز پهلوی اومدن یک مملکت نابود و ویران و در هم کوبیده رو رسوندن در طی 50 سال، در طی نیم قرن. شر بر شما، در طی نیم قرن رسوندن به دروازه های تمدن بزرگ. ما اینها رو میدونیم، ما حقایق تاریخ رو میدونیم. ما لچ نه، یعنی چی لچ کردید با آخوندها؟ نه خیر، بنده میتونم بشنم با شما صحبت کنم درباره رضا شاه بزرگ که یاد بهت بدم که رضا شاه چه کسی بود. شما چی میدونی درباره رز؟ چه چیزی غیر از اون شعارهایی که یک عمر مثل توتی کم ذهن دادی، چه چیزی میدونی درباره رضا شاه بزرگ که فکر کردید مثلا دیکتاتوری رضا شاه در همین مقایسه با جهان بماند؟ که اصلا رضا شاه در مقایسه با رهبران کشورهای مدرن‌تر جهان هم نمیتونیم بهش بگیم دیکتاتور. قبل از رضا شاه چی بوده در اون مملکت؟ در زمان صفویه لشکر آدمخوار داشتیم ما، میخوردن مخالفینشون رو. در زمان قاجار، در سیاه‌چاله‌های قاجار میپوسیدن، پوست و استخون میشدن در زنجیر گردن و گلو کسانی که میخواستن به سیاه‌چال بندازن حضرات شکمبار قجر. رضا شاه بزرگ دادگستری مدرن رو در ایران به وجود آورد، یعنی اولین بیس حقوق بشر. من از شما میپرسم در تمام طول تاریخ ایران کدوم سلسله یک فردی اومد بر روی کار و نه تنها سران سلسله قبلی رو اعدام نکرد، نکشت، تارومار نکرد، بلکه همه‌شون رو آورد باشون کار کرد؟ تمام رجال اصل پهلوی اول یا پهلوی دوم بخش گسترده‌شون وابستگان قجر بودن، بخش گسترده‌شون
رضا شاه بزرگ حکومت رو برانداز کرد، اومد با نسبت به حکومت براندازی شده یک خشونت به خرج نداد. اصلا وجود شماها به خاطر وجود داره. ببین زنده بودن تو حضرت آقا و امثال شما پدر مادر به خاطر وجود رضا شاه. برید ببینید قبل از رضا شاه و شاهنشاه یامه میزان مرگ و میر رو در بین ایرانی ها به خاطر بیماری های ساده. بس کنید دیگه، 50 نیم قرن الان، از اون ورم 100 سالم زمان پهلوی، این حرفا رو عین یه توتی کنزه تکرار کردید. میبینید میدونید ماجرا چیه؟ شماها این رو تازه دیدید و عبراتون جالبه و چون میبینید که یک عمر در راه تباه رفتید و نسل جدید داره به سخره میگیره یک عمر حرکت تباه شما رو در امور سیاسی، باورتون نمیشه که همچین اتفاقی داره رخ میده و برای دفاع از اون عمل کرده خودتون افتادید به جون نسل جدید. این شما بودید که یک عمر راه تباه رو رفتید، ماها فهمیدیم که شما راه اشتباه رو رفتید. این خیلی براتون درکش سخته نه؟ ولی مجبورید باش کنار بیایید. من یه چیزی رو بگم به ملت ایران، شروع این داستان رضا شاه روحت شده. این داستان به معنی خود کلمه به جاوید شاه ختم خواهد شد. دیگه بفهمید منظورم چیست. هنوز ملت ما بخش گستردهشون تنها یک چیزهایی رو درباره رضا شاه بزرگ بهش رسیدند، خیلی مونده تا خیلی ها همینطوری که 40 کلی سال طول کشید تا درباره رضا شاه بزرگ به اطلاعاتی برسن و به یه درک عمیقی برسن، خیلی مونده تا خیلی ها به شاهنشاه آریامهر برسند. که البته من افتخار میکنم که در زمانی دارم زندگی میکنم که تعداد بیشماری از همرزمان آگاه هم رو دارم میبینم. من واقعا متاسفم برای این حضرت آقا. بعدم یه چیزی بهتون بگم در خصوص این بحثی که عنوان میکنن در خصوص نزدیکان رضا شاه بزرگ. ببینید شادروان علی دشتی در کتاب 55 سال در خصوص آقای تیمورتاش توضیحاتی دادند و بند یه چیزی رو واقعیت بگم، خود من اعتقاد دارم که هر انسانی ممکنه اشتباه داشته باشه. مگه ما اعتقاد داریم مثل حضرات امتگرا که نمیدونم یکی معصومه و خالی از اشتباهه؟ شاید در نگاه تاریخی به قضیه بشه نوع رفتار رضا شاه بزرگ، اعلی حضرت رضا شاه کبیر رو با برخی از اطرافیانشون یک نوع اشتباه قلمداد کرد. هرچند میگم توضیحاتی مثلا آقای علی دشتی جشادروان علی دشتی در کتاب 55 سال در خصوص تیمورتاش دادن، اما مثلا من نمیخوام بگم که ما با یک فرد قدسی طرفیم. هر انسانی ممکنه یک اشتباهاتی داشته باشه، اما مسئله میدونید کجاست؟ مسئله اینجاست که انقدر این مرد وطن پرست بود و انقدر همون افرادی که مغضوب شدن به دلایلی که برای من اون دلیل قابل درکه، اما چیزی نیست که بخواد توجیه باشه، ولی قابل درکه و مایل نیستم الان مطرح کنم. شاید یک روزی مطرح کنم. کاملا برای من قابل درکه که یک افسر نظامی که به قدرت رسیده یه مقدار احساس خطر کنه نسبت به برخی از اطرافیان که خیلی قدرتمند نشن. حالا نمیخوام خیلی این قضیه رو باز کنم. به هر حال یک حکومت نوپایی بود، حکومت رضا شاه بزرگ، و در معمولا در شروع خیلی از حکومت‌های نوپا یک همچین مسائلی هست و بوده در طول تاریخ. اما یه مسئله خیلی مهمه، اون کسانی هم که مغضوب رضا شاه بزرگ شدند، کسانی که باقی ماندند، انقدر این فرد رو وطن پرست میدونستند، انقدر دوستش داشتند با وجود اختلافی که بینشون پیش اومد، که به محض اینکه به یک مشکل جدی برخورد و یاری خواست اومدن کمکش کردن. مثل شما نسل شورشی تباه 57 یک مش آدم عقده‌ای نسبت به شاه لجوج و کینه‌توز نبودن،
مثل جبهه ضد ملی که یک افسانه کودتای 28 مرداد دروغین ساختن و هر باری که شاهنشاه آریامهر اومد دست یاری به سمتشون دراز کرد، چه در زمان جاویدنام هویدا دست یاری به سمت فروهر دراز کرد، چه به گفته خود شاپور بختیار در کتابهای خودش خیلی قبل از دوران سال 57 چندین بار بهش گفته بود بیاد وزیر بشو، چه افراد دیگه از گروه جبهه ضد ملی، مثل شماها اینا کینه‌توز نبودن، اتفاقا انسانهای با شور و وطن پرستی بودن و رضا شاه رو دوست داشتن با وجود اختلافات، و به محض اینکه به مشکلی برخورد به یاریش اومدن بدون کینه‌توزی، بدون عقده، بدون همه این مشکلات روانی و روحی که شماها داشتید و دارید. ببخشید من امروز روکم، هر کی هم میخواد ناراحت بشه ناراحت بشه، مگر همین شاد روان فروغی نبود که دست پسر رضا شاه بزرگ رو گرفت در 1320؟ مگر بزرگ مملکت ما شادروان امان الله خان جهانبانی نبود که اختلافاتی با رضا شاه بزرگ پیش اومد ولی بلافاصله اومد در 1320 در همون مجلس شورای ملی مثل مرد دست پسر رضا شاه بزرگ رو گرفت؟ چرا؟ چرا این اتفاقات پیش اومد؟ چرا اینها این کار رو کردن؟ یکی این که میدونستن رضا شاه بزرگ یک وطن پرست حقیقیه، بر مشکلی هم وجود داشته هیچ چیزی بالاتر از وطن نیست، هر اختلافی وجود داشته. یکی دیگه این که انسانهای وطن پرستی بودن مثل شماها لجوج و کینه توز و عقده این نسبت به خاندان پهلوی نبودن. من دارم حرفامو رک میزنم. رضا شاه بزرگ پایه‌گذار حقوق بشر بوده در ایران نوین، کسی که دانشگاه میسازه، دادگستری میسازه، زنان نیمی از جامعه رو نجات میده. میدونید دوستان قبل از اینکه رضا شاه بزرگ این اقدام رو انجام بده، زنان ایران یعنی نصف جامعه ایران، یعنی نصف همین بشر ایرانی که در مورد حقوقش اینا صحبت میکنن، فقط موقعی شمارش می شده، مورد شمارش قرار می گرفتن که قرار بوده میزان جو و حبوبات مملکت رو بسنجن که بخوان شکم سیر کنند. یعنی اینا فقط یه سری عروسک های بودن قرار شکمشون پرشه. کی اینا رو از توی پستوی تاریخ بیرون کشید نشون تو مدارس مدرن؟ کی دانشگاه در این مملکت ساخت؟ خجالت بکشید، شرم کنید. رضا شاه بزرگ نه نسبت به قبلی های خودش در تاریخ، نه نسبت به همدورهی های خودش در کشورهای مدرن، بسیار مدرنتر با مدنیت، اصلا کلمه دیکتاتور رو نمیشه در موردش به کار برد. بله مشت آهنین داشت، دهان تمام تجزیه طلبان رو هم در هم کوبید، دهان عمال اجنبی رو در هم کوبید، شیخ عسل رو مثل موش کشید آورد تهران و ترتیبش رو هم داد، کما اینکه این کارو با خیلی های دیگه در چهار گوشه مملکت کرد. این مرد این سردار سوادکوهی، و همین شماها رو فرستاد دانشگاه، همین شماها رو فرستاد در کشورهای مدرن جهان برید تحصیل کنید. بودند افراد بزرگی که رفتند تحصیل کردند و خدمتگزاران مملکت شدند و دوش خاندان ایرانساز پهلوی ایران رو پیش بردند، ولی کسانی هم بودند مثل شما و امثال شماها که معلوم نیست اصلا رفتید و سوغاتی غیر از خیانت به وطن با خودتون نیاوردید و اصلا شرم نمی کنید
اینقدر لجوجید که نسبت به گندی که زدید واقع بین نیستید. در مورد زمان شاهنشاه آریامهر برخی ها دیگه خیلی مثلا میخوان خوشگل صحبت کنن، میگن آره خیلی چیزها خوب بوده ولی استبداد هم بوده. کدام استبداد؟ از 1320 تا 1332 مشخصا 20 تا 27 در درجه اول و بعدش هم تا 32 شاه رسما سلطنت کرد. حالا برخی از دوستان به من گفتن این واژه سلطنت رو به کار نبر، سلطان داستانش متفاوته. بله منم قبول دارم حرفتون درسته، اما برای اینکه مفهوم بهتر برسونم واژه دیگه‌ای به ذهنم نمیاد. شاه رسما سلطنت کرد، حکومت نکرد. من در برنامه حسین فاطمی روزنامه‌های اون زمان نشون دادم به رضا شاه فحاشی می‌کردن روزنامه‌ها. همون دموکراسی بود که شما آرزوشو داشتید. به نمیدونم دربار توهین و فحاشی میکردن و البته در همون دموکراسی که شما آرزوشو داشتید از 1320 تا 27 و به خصوص 32 یک آنارشی کامل در این مملکت بود. جبهه ضد ملیچی ها و حضرات فدایان اسلام دست در دست همدیگه رقبای سیاسیشون رو میکشتن، ترور میکردن. برید برنامه حسین فاطمی من رو ببینید، ببینید چه در حسین فاطمی در وصف سید حسین امامی قاتل احمد کسروی و قاتل حجیر چی میگه. ببینید در وصف قاتل رزماران نخست وزیر مملکت چی میگه. شما در زمین بازی دموکراسی بازی نکردید در اون زمانی که شاه فقط سلطنت کرد، خود شاه رو ترور کردید. شاهی که فقط داشت سلطنت میکرد مگه از به توده شاه در دانشگاه تهران ترور نکرد؟ یک آنارشی کامل بود موقعی که شاه فقط سلطنت کرد. از 32 به بعد که یه مقدار شاه تصمیم گرفت که قدرت خودش رو افزایش بده و بساط چاقوکشی و آدمکشی و حذف فیزیکی و این کارهایی رو که جبهه ضد ملیچی‌ها و فدایان اسلام با هم متحد شده بودن رو انجام میدادن جمع و جورش کرد. این کارها رو همه اینا رو به تو برنامه حسین فاطمی هم دقیق بخونید با اسناد ببینید. بعد از سال 32 ایشون سازمان اطلاعات امنیت کشور رو به وجود آورد، ساواک رو به وجود آورد، مملکت رو بهش امنیت بخشید، نظم بخشید. و از 32 به خصوص 42، چون از 32 تا 42 همین روند تثبیت قدرت محمد رضا شاه بزرگ شاهنشاه آریامهر، به خصوص از 42 است که اتفاقا ما دوران شکوفایی تاریخ ایران رو داریم میبینیم. ولی یه سوالی دارم دوستان من واقعا یه سوالی ازتون دارم. کسانی که در کشورهای متمدن دنیا دارید زندگی میکنید، در جهان اول دارید زندگی میکنید، در اروپا، در آمریکا، در ژاپن دارید زندگی میکنید، در کره جنوبی، هر کشوری در دنیا دارید زندگی میکنید، اگر شما بیاید و به یه پاسگاه پلیس با تفنگ و کلاشینکوف و بمب و نارنجک، نه با چوب به یه پاسگاه پلیس حمله کنید، چه اتفاقی میفته دوستان من؟ که حضرات چپ ننگین چریک شورشی با بمب و نارنجک حمله میکردن به پاسگاه پلیس، به مراکز مختلف کشور. کلی از اینا رو شاه بخشید، نصف دو سومشون رفتن توی زندان کمیته مشترک، دوتا چک خوردن بعد اومدن بیرون بعد از چند سال. کدوم استبداد؟ گروه بایدر ماینهوف در آلمان. میدونید یه چیزی رو دوستان، برابر فدایان خلق خودمون بود در ایران. این گروه فعالیت مسلحانه میکرد بر علیه حکومت، بردند اینها رو گرفتند در زندان کردن. چند سال پیش در دولت مرکل، چون میدونید در آلمان اعدام نداریم دیگه، حبس ابد داریم، در دولت مرکل اومدن گروه های حقوق بشری سراغ این آدم های این گروه های چریک بایدر ماینهوف. اگه لفظ رو درست بگم آلمانیه ولی اطلاعاتم دقیقه، حالا شاید لفظ آلمانی رو دارم اشتباه میگم ولی این اطلاعاتی که دارم میدم کاملا دقیقه. اومدن در دوران مرکل و که بگن آقا این دیگه 80 خورده سالشه، اینا این که موندن تو زندانن، اینا نمیدونم 80 سالش 90 سالش دیگه، این آخر عمری، ببخشید بذارید بیان بیرون. میدونید چی گفت دولت مرکل؟
قوه قضاییه مستقل آلمان در این عصر و در این زمانه برگشت گفتش که اینها فعالیت مسلحانه میکردن در همکاری با شوروی بر علیه منافع ملی آلمان، تا آخر عمر باید اون تو بپوسن. آقای مخملباف رفت با چاقو حمله کرده بود به یه پلیس، 2 سال رفت زندان اومد بیرون. چه کار کردید شماها؟ چه برخوردی باهاتون شد؟ حالا یه سیاهکل کردن تو مغزشون، هی حماسه سیاهکل، حماسه سیاهکل، کدوم حماسه؟ ریختید یه مش تروریست وحشی حمله کردید به یه پاسگاه، افسران مملکت رو ترور کردید، بمب و نارنجک کشتید، گرفتن کردنتون تو اوین دیگه، چیکار باید بکردن باهاتون؟ بعدم اونایی که لازم بود و فرستادن اون دنیا، برن به اون آخرت مورد علاقه شون برسن. اگر در همین الان، همین امروز با چوب حمله کنند یک سری به پاسگاه پلیس، چه اتفاقی میفته؟ اگر در یک کشوری در دنیا با نارنجک و کلاشینکوف حمله کنند به پاسگاه پلیس، چه اتفاقی میفته؟ دوستان، اگر در قبله عالم حضرات چپ در زمان شوروی، در حکومت شوروی، کسانی کاری رو میکردن که اعضای سیاهکل کردن، آیا غیر از این بود که پدر و پدر بزرگ و مادر و مادر بزرگشون هم از تو قبر بیرون میکشیدن، 5 بار گلوله باران میکردن، دوباره میخوابوندن تو قبر؟ تمام شما حال راست دارید میگردید توی کسانی که زندان کمیته مشترک ساواک رفتید. جرم یکی بمبگذاری در هواپیمایی العال، جرم یکی بمبگذاری در هتل عباسی اصفهان، جرم یکی بمبگذاری در رستوران خانسالار، یارو سیانور گوشه لبش، کلاشینکوف تو دستش، میگرفتن میبردنش، دوتا چک میزدن، بعدم 90%تون رو ول کردن، راست چرخیدید. استبداد در زمان شاه، یک کدوم از اون کارهایی که شما کردید در اون زمانو در همین الان در کشورهای مدرن جهان اگر بکنن، پارتون میکنن. اصلا خاورمیانه که هیچی، یعنی اگر یه همچین مسائلی یه جایی، اصلا جهان سوسیالیست و شوروی و اینا که هیچی، اصلا نمیذاشن نفس بکشید. شاه کسی که خودشو میخواست بکشه رو بخشید. یه چیزایی رو هم یاد گرفتن، هی برای برخی ها تکرار میکنن، مثلا چرا حزب کمونیست در ایران ممنوع بود؟ اولا اینکه اون اختاپوس سرخ داشت جهان رو میبلعید و شخص خروشچف جملش هست، گفته بود که ایران مثل یک سیب رسیده یک زمانی در دامن ما سقوط خواهد کرد، برای حفظ استقلال مملکت باید ممنوع میشدند کمونیست ها. تازه خیلی ها نمیدونن که اصلا چنین مسائلی در مثلا کشورهای اروپایی، در خیلی جای دنیا میشه، در خود آلمان خان بابای تهرانی برای چی زندان رفت؟ برید تحقیق کنید. چریکی به نام خان بابای تهرانی در آلمان رفت زندان. چرا؟ برای اینکه در آلمان ریختن کمونیست ها رو، همه دستگیر کردن، از سر کار اخراج کردن، همشونو کردن تو گونی. یکیشون خان بابای تهرانی بود که برگشته بود گفته بود زندانی که من در آلمان کشتم خیلی شرایطم سخت‌تر بود از ایران. بعد ببینید جالبه، یه سری چریک وحشی تروریست ریختن این کارا رو انجام دادن، بقیه حضرات روشن فکرم که راست میچرخیدن، کسی کاری بهشون نداشت. همون زندان کمیته مشترکی که تازه همونجا هم 90%شون سعی و سالم ریختن بیرون و برگشتن به جامعه به مسائل مختلف، مخصوص تنها کسانی بود که عملات مسلحانه میکردن، وگرنه افراد دیگه با روشن فکران چه برخورد خاصی صورت گرفت؟ من قبلا برنامه رو پخش کردم، جلال آل احمد رفته بوده ساواک، فوش میداده به رئیس ساواک، یه بار بهش گفته بودم بیا ساواک، نیم ساعت رفت تو اداره ساواک، طرف سرهنگ ساواک بهش میگفت استاد، میگفت استاد، سه نقطه داد،
اینم نوع ادبیات حضرت آقای جلال آل احمد. صحبت من نیست، صحبت مسعود بهنوده، قبلا اینو پخش کردم براتون. اون یکی غلام حسین ساعدی مخالفتش با شاه سر چی بود؟ بشنم این صحبت ها شما هم. هر روز مهمونی بود توی مملکت، بعد جشن هنر را میدادن، بعد سرگرمی های موسیقی درست کردن و نمیدونم این غذای فستیوال سینمایی و فستیوال سینمایی و اینا، بینن یه سری ماشین میاد، رولز رویس و نمیدونم بنز و بی ام و و فلان و یه سری آدم ها با لباس های عجیب غریب، همه با دامن بلند، زنای بزک توزک کرده، هر کی جشن هنر میرفت 70 تا چمدون لباس با خودش میبرد، چه مرد چه زنش، ضرورتی نداشت. روی اساس هی توهین جشن 2500 ساله، 2500 ساله بابا ویل کن چکار داری با 2500 سال ریدمونی که سر ملتی بدبخ کردید، همه اینا به صورت توهین در مده بود. 10 میلیون پرچم نمیدونم فلان مملکت دور افتاده کشی نمیشناخت میزدن برای که مثلا نخست وزیر اون میخواد بیاد با شاه شام بخوره. آه یعنی چی؟ حالا فکر میکنین چی کارش کردن؟ هیچی، هیچ کارش نکردن. برید کتاب در دامگه حادثه پرویز خان ثابتی رو بخونید، چی کار کردن با غلام حسین ساعدی؟ هیچ. فیلم هم میساخت، همون فیلم گاو که خمینی عاشقش بود، خودش بار گفت من تنها فیلمی که دوستان فیلم گاو بود، ساخته این حضرت آقاست دیگه. احمد شاملو رو چیکارش کردن؟ کسی که ارتباط داشت با سرهنگ سیامک و گروه افسران نظامی حزب توده، هیچ. راست را میرفت که هیچ. خرج عملش رو تو پاریس دولت شاهنشاهی ایران داد. کدوم استبداد؟ خجالت بکشید، شرم کنید. جالبه یه سری هم برمیگردن میگن نه خیر، کتاب های خمینی چاپ نمیشد و ما نمیشناختیمش. اولا که دروغ میگید. اسناد این قضیه رو همرزم عزیزم جناب آقای عرفان قانعی فرد منتشر کرد در دو تا ست برنامه قبلی، برنامه کامل از صحبت های آقای عرفان قانعی فرده که نه خیر به چندین بار هم تمام کتب خمینی چاپ شد. دروغ میگویید. تمام اینها اسنادش هست. این یه بحث. بحث دوم، اون توجیهی که میخواید در گندی که زدید بیارید که ما خمینی رو نمیشناختیم و باید مثلا کتبش رو میخونیم تا بشناسیم، که البته اون کتب چاپ میشد، ولی میخوام جواب اون یکی توجیه شما رو هم یه نوع دیگه ای بدم. پس خاک بر سرتون که کسی رو که نمیشناختید یه کتاب ازش نخوندید اونطور مثل افتادید دنبالش. شرم کنید دیگه، بسه. بعد من یه چیزی میخوام بدونم، واقعا امکان زندگی انسانی، امکان یک زندگی خوب و معقول اقتصادی، امکان ازدواج، امکان رفاه، امکان شادی، امکان خوشی، اینا حقوق بشر نبوده؟ این که نیمی از جامعه ایران برای اولین بار حق رأی گرفت، این که حق طلاق برابر داده شد، حق دیه برابر داده شد، حق ارث برابر داده شد، اینها حقوق بشر نبوده؟ چه کسانی در سال 42 جلوی همین حقوق حق رأی زنان ایستادن؟ شخص مهدی بازرگان مصدقی، شخص اکثر حضرات جبهه ضد ملی در همراهی با حضرات چپ، در همراهی با ارتجاع سیاه خمینی. این نگاه کنید سطح عقل و منطق یک کمونیست چپ رو، گوش کنیم با هم. Mitglied einer modernen Frauenvereinigung. The chador was basically a symbol for anti-Shah protest, which was used by a lot of. Vor und während der Revolution war der Chador hauptsächlich ein Symbol des Protestes gegen den Schah. Deshalb trugen ihn viele Frauen. Später erhielten Chador und Kopftuch noch eine zusätzliche Bedeutung.
Die Frauen, die sie trugen, wollten so ihre Ablehnung der imperialistischen Werte kundtun, jener bürgerlichen Werte, die ihnen aufgezwungen worden waren, und die Frau zum Konsumobjekt machen. شما وحشتناکید. شماها اصلا نمیدونم چی بهتون بگم. بعدش هم این که از سال 56 آزادی های سیاسی رو شاهنشاه آریامهر شروع کرد دادن، چه کار کردید؟ چه استفاده ای بردید از فضای باز سیاسی غیر از این بود که در روزنامه هاتون دروغ پشت دروغ، دروغ پشت دروغ، دروغ پشت دروغ آتش ریختن، بنزین ریختن روی آتش؟ نتیجه‌ش هم تباه‌ترین انقلاب به اصطلاح خودتون تاریخ بشر بود. نتیجه اون آزادی دادن به شماهایی که فکر نداشتید. کدوم حرکت درستی رو شما در تمام طول عمر سیاسیتون انجام دادید؟ حتی یک بار که امروز از نگاه بالا به پایین به نسل ما نگاه میکنید که نسلی هستیم که زجر کشیدیم، که نسلی هستیم که در خفقان جمهوری اسلامی زیستیم، در یک حرکت بزرگ تاریخی رویش کردیم به سمت رنسانس، به سمت بازگشت به ملی‌گرایی. رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شاد، ای شاه ایران برگرد به ایران، جاوید شاه رو میگیم با عقل و منطق و بررسی و تحقیق و دانش هم میگیم، برای اینکه ما نخستین نسلی هستیم که از همه شما گذر خواهیم کرد. اتفاقا رضا شاه روحت شاد دهنکجی فقط به آخوندها نیست، دهنکجی به هر آنچه جهان وطن، هر آنچه امتگرا و همانچه خائن ملی منقلی است. بس کنید، بس کنید، بس کنید، شرم کنید. یک کشور در مسیر توسعه خودش برای رسیدن به دموکراسی مسائل مختلفی رو طی کرده. در تمام دنیا اول توسعه های مختلفی پیش اومده، توسعه اقتصادی، آموزشی، مسائل مختلف پیش اومده، بعد هم به اون 100% دموکراسی حضرات رسیده. در جمهوری ها هم این اتفاق افتاده. بذارید یه بخش از برنامه رو براتون پخش کنم. متاسفانه عزیزان جمهوری خواه حتی روند رسیدن به دموکراسی مطلوبشون رو در کشورهای جمهوری هم نمیدونند. من از شما میپرسم، آیا برزیل به عنوان کشوری در حال توسعه در سالهای 1964 تا 1985، یعنی در جمهوری پنجم با آن نظام حقوقی جمهوری فدرال ریاستی دو حزبی دموکراسی بود دوستان؟ آیا جمهوری اول پرتغال در سالهای 20 میلادی که منجر به برآمدن نظامیان در قالب جمهوری دوم شد دموکراسی بود دوستان؟ آیا جمهوری چهارم فرانسه از 1946 تا 1958 جمهوری دولت‌های دو سه هفته‌ای بود یا دموکراسی؟ آیا بازگشت ژنرال دوگل در 1958 با روشی دموکراتیک بود یا با کودتایی که از الجزیره آغاز شد؟ آیا در ایتالیا از اواخر دهه 60 تا دهه 80 میلادی دموکراسی بود؟ آیا ترکیه سالهای 60 و 70 میلادی دموکراسی بود؟ آیا کره جنوبی ژنرال پانگ جوهی رئیس شورای عالی بازسازی ملی در اوایل دهه 60 میلادی از 1963 تا 1972 یعنی در جمهوری سوم این کشور دموکراسی بود دوستان؟ برخی از اینها که اوضاع دموکراتیکشون هنوزم مناسب نیست، اما اونهایی که اوضاع دموکراتیکشون مناسبه یک مرحله رو در همون جمهوری طی کردند تا برسند به دموکراسی که شما میبینید و شما به عنوان الگو در نظر میگیرید.
شما ستون پنجم های دشمن بودید. شما در زمانی که کشور ما در بزرگترین دوران استقلال تاریخی خودش بود، از دهه اواسط دهه 40 تا 57 ما مستقل ترین دوران تاریخ سیاسیمون رو داشتیم، در جنگ بزرگ نفتی جلوی زیادخواهی های آمریکا ایستاده بودیم، در اون سمت در مقابل زیادخواهی های شوروی ایستاده بودیم، و شما در همون زمان که شاهنشاه ایران برای عزت و افتخار ایران در حال پیش برد اهداف تمدن بزرگش بود، شدید ستون پنجم دشمن، بیگانه، اجنبی برای نابود کردن ایران، نابود کردن نسل‌های ما. شما چطور روتون میشه حتی الان حرف بزنید؟ کشوری رو ساختید که مجبورن بچه‌هاش فرار کنن از اون کشور. شرمتون بار. کشوری که مردم با افتخار میرفتن تحصیل میکردن برمیگشتن کشورشون، یه پاسپورت دستشون بود، هر جا پرت میکردن کمر خم میشدن جلوشون. الان بچه هامون آوارن کشورهایی که اصلا آدم آرش میاد حرف بزنه. برید ببینید چه خبره در مرز آذربایجان، تاجیکستان، ارمنستان، ترکیه. در این کشورها جوانای ما آوارن، مثل حیوان باشون برخورد میشه که پناهندگی بهشون بدن که بتونن نفس بکشن. چی کار کردید با نسل‌های بعدی که از بالا به پایین نگاه میکنید؟ چه بلایی سر ما آوردید؟ بنده شخصا به عنوان یک فرد تحصیل کرده که عمری درس خوندم، عمری برای کارم زحمت کشیدم، باید وقتی دارم 7 ساعت 8 ساعت روزانه کار میکنم بعدش برم با پارتنر زندگیم، با عشق زندگیم آبجومو بگیرم، لب یه کافه بشینم بخورم، استراحت کنم، یه خورده ذهنم باز شه، بعدم برنامه‌ریزی کنم برای کارم و تفریحم و زندگیم و پیشرفت آینده. از صبح که بیدار میشیم، کسانی که دلمون برای مملکت میسوزه، حتی اگر داخل ایران هم نباشیم، باید بیایم ببینیم اخبار چی میشه، راهو چجوری پیش ببریم، مبارزه‌مون به کجا میرسه. چرا من نمیتونم مثل یک انسان عادی در همه کره زمین زندگی کنم با این همه درسی که خوندم، تلاش که کردم، زحمت که کشیدم؟ چون مملکت من رو شماها با آتیش کشید و ماها دلمون میسوزه، میخوام دوباره پس بگیریم اون گندی که شما زدید رو درستش کنیم، و باز شماها وایستادید جلوی ما. یه نفرتون میاد اونجا لباس رزمی میپوشه، کسی که به قول خودش تو کوها ول بوده، عملیات تروریستی میکرده، لباس رزمی میپوشه، میگه اگه 90% مردمم پادشاهی بخوان، ما خوشمون نیاد، نمیگذاریم برقرار بشه. چهار تا حزب در پیت دیگه جمع میشن، میگن که نه خیر، شاهزاده رضا پهلوی بخشی از مشکله. تو این حضرت آقایی که صحبتش پخش کردم نشسته، میگه جوانهای ما لچ کردن به آخوندها، نمیدونن تاریخ چی بوده. شرم بر همه تون. بذارید زندگی کنیم، بذارید مملکت رو بسازیم. در فردای مملکتی که ما بسازیم، شماها میتونید بهره ببرید از اون مملکت. شما بیاد اونجا هر چرت و پرتی میخواید بگید، مطمئن باشید تره هم کسی براتون خورد نمیکنه. و وای بر این رسانه های جریان اصلی بزرگ، امثال علی خصوص بی بی سی و اینها، حالا بی بی سی، وایس آف امریکا، اینا که به شماها تریبون میدن. من یه بابایی بود توی پرگار بی بی سی، 10 بار آوردنش، کارشناس فلان. براتون عکسشو میذارم، اسمشو نمیارم، فیلمشو براتون پخش میکنم. هر دفعه میشست، اولا که قیافش شبیه لنینه، طرف انقدر جذب لنینه، خودش اصلا صورت شبیه لنین شده. خب بعد این آقای کارشناس فلان که اینطوری به خورد جامعه میدن که این یک فرد کارشناسی است، یه کانال یوتیوب داره دوستان، تعداد بازدیداش چند تا باشه خوبه، یه عدد به من بگید، برنامه هاش چند تا باشه بازدیدش خوبه؟ 27 تا، 17 تا، 32 تا. مثلا این که یه آدمی، یک فرد مستقلی که گمنام بوده مثلا، بیاد تلاش کنه در فضای مجازی فعالیت کنه، اول بازدیداش پایین باشه، یه چیز طبیعیه. این آقا به عنوان کسی است که چند دهه است رهبر 10 تا حزب بوده، یعنی تو اون حزب خودت هم 2 نفر آدم هم حرفای تو رو گوش نمیدن.
بعد شدی کارشناس بی بی سی؟ ببینید دوستان، این پوستر یکی از برنامه های کانال یوتیوب همین کارشناسک مورد حمایت بی بی سیه که داره در این برنامه شاهزاده رضا پهلوی رو تخریب میکنه سر همین سخنرانی آخرشون. یه نکته ای بهتون بگم که نشون بدم چقدر پهلوی ستیزان پستند، چقدر کثیفند. عکسی رو که پشت سر این مردک میبینید رو از شاهزاده ببینید که شاهزاده در حال گریستنه. این عکس رو گذاشته مثلا برای تخریب شاهزاده، برای تحقیر شاهزاده. میخواید بدونید این عکس مربوط به کدوم فیلمه از شاهزاده؟ الان براتون نشون میدم که شاهزاده کجا داشت میگریست و این موجودات پست میان حتی از گریستن شاهزاده برای چه کسی عکس میگیرند و برای تحقیر شاهزاده اون رو به نمایش میذارن. From closing his or her eyes to knives and cables, cutting into faces of mouths of our young and old. به خدا اگه یک بار تو اون برگار بی بی سی یا توی برنامه شبکه‌های رسانه‌های جریان اصلی یا یه پروموت کننده بیاد، مثلا دارم میگم، من اصلا آدم، من خیلی آدم فروتنیم، هیچ وقت من نمی کنم، ولی واقعیت اصلا امثال من رو بیاد یه بار یه پروموت بکنه، ببین آیا برنامه من زیر 100,000 تا بازدید میخوره. هر کاری کردم، از تو اتاق خونم کردم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید بیاد من رو در کنار شبکه من و تو، شبکه ایران اینترنشنال، در اخبار 23 هدف قرار بده. یک نفر آدم از تو اتاق خواب خونهش. من از همین نسلم. یاد شادروان مانوک گرامی باد که یک اسمی گذاشت نسل شیک پاسارگادی. باعث افتخاره که ما ملیگراییم، طرفدار ناسیونالیسم اصیل ایرانیم، حقایق تاریخمون رو میدونیم، اهل فکت‌چک و تحقیقیم و شرم بر شما میفرستیم که اون بلا رو بر سر ایران و ایرانی آوردید و با افتخار پشت خاندان ایرانساز پهلوی و پادشاهان پهلوی و ملکه تاجدارمون ایستادیم و میستیم و ما کسانی هستیم که ملیگرایی رو برای اولین بار در این مملکت دوباره باز خواهیم گردون. این کلمه اولین بار شاید درست نباشه، چون در یک برهه‌ای در اوایل رضا شاه بزرگم یه همچین اتفاقی افتاد. متاسفانه وقتی رفت به سمت جنگ سرد و این تب جنگ سرد به وجود اومد، ما دیگه اون روشن فکران ملی خیلی کم داشتیم در زمان شاهنشاهی‌آمر، چون تب جهانی تب جنگ سرد بود. البته بودن بزرگانی چون شادروان استاد، پروفسور شجاع‌الدین شفا و افراد دیگه، بسیارانی بودن، ولی کلن میگم ما دوباره برگشتیم، ما داریم رنسانس فرهنگی ایجاد میکنیم. شما همچنان دون تبل پوسیده خودتون، برای اینکه اون زندگی تباه خودتون رو توجیه کنید، نشستید تو رسانه‌های جریان اصلی دارید از بالا به پایین به ما نگاه میکنید. گذشت اون زمان. بنده افتخار میکنم به بزرگان خودمون، سمبالهای خودمون که در راه درست قدم برداشتن، قهرمانان ما هستن، تیمسارهای ارتش شاهنشاهی، جاویدنامانی که به خون غلطیدن، دکتر فریدون فرخزاد و عزیزانی که هستن، یادگاران فرزندان ارتش شاهنشاهی ایران، بزرگان ناسیونالیسم اصیل ایرانی. من به اینها افتخار میکنم از نسل‌های پیشین، اما شورشیان اون نسل تباه‌ترین شرم تاریخ ایرانید. بحث دکتر فریدون فرخزاد شد، یه تیکه براتون پخش کنم خیلی جالبه. میدونید چیه؟ تنها کسی بود ایشون که این حضرات نمیتونستند از بالا به پایین باش برخورد کنن، چون خودش در دانشگاه لودویک ماکسیمیلیان مونیخ در زمینه مارکس و مارکسیسم دکترا گرفته بود، در زمینه با تز تأثیر مارکس بر کلیسا. و شما نگاه کنید یه صحنه جذابه که یکی از همین روشنفکران اون زمان
مثلا میاد میپره تو حرف جاویدان فرخزاد که ایشون داره میگه که آقا یه مسئله رو داره توضیح میده، این فرد میگه اگر روزنامه بامداد نگوید ما قبول نمی کنیم. ببینید فریدون چه جوابی بهش میده. کیهان ایران خبر داره، اگه بامداد چیز نمیرسه ما قبول نداریم. خفه شو بشید. کیهان ایران خبر داره، اگه بامداد چیز نمیرسه ما قبول نداریم. خفه شو بشید. روح شاد، شما احساس حقارت میکردید جلوی فریدون فرخزاد، ولی یه چیزی بهتون بگم، هیچ کسی فریدون فرخزاد نخواهد شد، اما آتشی که فریدون فرخزاد در درون ماها شعله ور کرد باعث میشه که ما به عنوان رهروان مکتب فرخزاد، رهروان مکتب پهلویسم، ماها هم شما رو به حقارت خواهیم رسوند. فکر نکنید دوره این حرفا و ژست های روشنفکری گذشته که از بالا به پایین نگاه کنید یک کتابخانه روسی پشتتون باشه. به اصطلاح، این اصطلاح معنیش رو خیلی از هموطنان آگاه میفهمن، یک کتابخونه روسی پشتتون باشه، 4 تا مهمل خونده باشید، فکر کنید که مثلا کسی هستید. همونطوری که یک دوره چون دانشگاه رفتید فکر کردید از مریخ اومدید مملکت رو با آتیش کشیدید. خدا حافظ، گذشت دورتون. ما هستیم و ایستادیم و این مملکت رو تحویل نسل بعد میدیم با یک حکومت ملیگرا. کودکانی که فردا دنیا میآیند، همونطوری که به شماها به عنوان شرم تاریخ ایران نگاه میکنند، به ما افتخار خواهند کرد. من در کنار این صحبتهایی که کردم باید واقعیت رو هم بگم. اگر کسانی، من این دیگه نظر شخصی منه، بعضی ها میتونن قبول داشته باشن، بعضی ها میتونن قبول نداشته باشن، اما یه کسانی بودند که مسیر اشتباهی رو رفتن ولی شجاعانه بازگشتند، شجاعانه عذرخواهی کردند و شجاعانه به سمت کمک نسل‌های بعدی شتافتند. یکیشون شادروان اسماعیل خویی بود. واقعا این مرد رسماً از رضا شاه بزرگ، شاهنشاه آریامهر، اولیازاد چهبانو فرای پهلوی و شاهزاده گرانقدر رضا پهلوی عذرخواهی کرد و دختر نازنینشون سبا خویی، من لذت میبرم از این دختر، کیف میکنم. روح شاد اسماعیل خویی و بودند افراد مختلف دیگه. یه بخش جالبی آخر این برنامه خدمتون پخش کنم و برنامه رو به پایان میرسونم. باید این حرفا رو میزدم. خیلی گسترده است این بحث. یعنی ببینید، من اگر بخوام این بحث رو هر چقدرم میتونم روش مانور بدم، صحبت کنم، بررسی کنم، ما بیایم ببینیم آیا واقعا در اون برهه تاریخ با گذشته‌ای که ایران داشت، با شرایط جهانی، با مسائل مختلفی که بوده، آیا ما چه چیزی میتونیم غیر از معجزه به عمل کرده پهلوی ها بدیم؟ ایران 1299 رو بذارید کنار ایران 1157، نیم قرن، و در کنارش ما چه چیزی غیر از شرم، غیر از وقاحت، غیر از پستی، غیر از گند زدن میتونیم بگیم در خصوص شورشیان تباه 57؟ بس کنید بیایید پایین از اون برج آجی که نشستید. اگر نیاید پایید میکشونیمتون پایین. بشنویم صحبت های یکی از هموطنان رو در آخر این برنامه. پاینده ایران برقرار با درفش سرنگ شیر و خورشید نشان، جاوید شاه. به درود تا بعد. که من که زندانی او بودم، ولی میگم درود بر او باد، روح شاد. برای اینکه قابل مقایسه نیست. آیا اینقدر ما در خطر بودیم؟ همین خود بنده، من نمیدونم آقای فانی کجا درس خونده و کی و سن و سال چقدر است، ولی در اون سرزمین ما رفتیم زندان، کتک خوردیم، بیرون آمدیم، لیسانس گرفتیم، کار کردیم، نکشتن ما رو. تاریخ رو نمیشناسیم. با فرمولهای حزب کمونیست شوروی تاریخ ایران رو بررسی میکردیم و هنوز هم تأثیراتش وجود داره بر اساس فرمول ها. سلطنت رو نمی فهمیم. منظورم سلطنت کنونی است. روند سلطنت رو نمی شناسیم و اساسا دشمن با سوسیالیسم پیدا شد. و تو این وادی وقتی که نگرانی هستیم، یک نفری که پدرش شاه بوده، جدش هم شاه بوده،
خدمت آقای فانی عزیز عرض میکنم بهترین دوره تاریخ ایران پس از اسلام. کار من تغییر در تاریخی دوره پهلوی بود. 11 میلیون کور و کشر رو از احمدشاه تحویل گرفت با 94% بی سواد. چرا اینا نمیبینید وقتی مقایسه میکنید؟ اقلا محمد رضا شاه رو مثلا با یک کس دیگه مقایسه بکنید، حتی با دیکتاتورهای زمان خودش نمیتونید مقایسه بکنید. در دوره پهلوی با فرانکو، با پینوشه، با سوموزا، با ایدی امین قابل مقایسه نیستن اینا. اینجاست که من میگم اون وجود نداره و انصاف هم وجود نداره. سلطنت در ایران توهین به شعور مردم است. ببینید این بامبور رو کنار بگذاریم، کجا شعور مردم در سال 57 آزادی و دموکراسی رو میشناخت؟ اون کسانی که به خیابون اومدن و 96-97% نیروهای سیاسی من جمله نیروهای چپ، مارکسیست، مجاهد، فدایی، نمیدونم ملیگرا، مذهبی از خمینی حمایت کردند و ملت و مملکت رو انداختن تو گودال جهنم. کدام شعور شما صحبت میکنید؟ مردمی که اومدن به میدان نمایندشون خمینی بود، 20 میلیون نفر به قول معروف سما جماعشون با رساله آخوندها حل و فصل می شد. از زمان شاه اسماعیل صفوی که آخوندها حاکم شدن. اینجا باز تأکید می کنم مقداری تاریخ ایران رو بیاموزید و داریم در غربت می میریم و به دار کشیده شدیم، ولی روی شعور سیاسی مردم در سال 57 مسیح به هیچ وجه نمی زارن. این تعارفات رو بذاریم کنار. مردم به دنبال نمایندگانشون حرکت میکنن. نمایندگانشون اکثرشون شعور سیاسی کافی نداشتن، برای اینکه اگر داشتن مردم رو به این بیراهه هدایت نمیکردن. ولی ها یک نفر فهمید که خطر کمین کردن آخوند از در کمینگاه تاریخ با 400 سال سابقه و آلودن اذهان ملت ایران، که باید به شعور مردم آقا توهین نکنید. شعور مردم قابل احترام نیست تو سال 57. دلیلش هم گفتم برای اینکه نمایندگانشون نمیفهمیدن. وقتی عکس 6 متری خمینی رو میزن در ستاد اسمشون داره مجاهد اعظم، و بعدها وقتی مجاهدین مبارزه مسلحانه بی وقتشون رو شروع میکنن، وقتی از سازمانهایی که شما میشناسید لو میدن اعضای مجاهدین رو به کمیته ها که روانه جوخهای تیرباران بشن، چرا این رو درک نمیکنید؟ چند نفر محمد رضا شاه کشت؟ آقای دولت آبادی میگه به زندان نیفتاده بود. دکتر ساعدی مدتی در زندان بود، آزاد شد. بزرگترین قصه نویس ما احمد شاملو مورد توهین قرار نگرفت. اخوان سالس مدت کوتاهی در زندان بود، نه به خاطر مسائل سیاسی. به قول خودش من این زندان به جرم مرد بودن میکشم یاران. ماجرا چیز دیگه بود، این شاعر بزرگ ما. دکتر خویی، صمد بهرنگی رو گفتن کشتن در رودخونه خفه شد. جناب شریعتی از شدت کشیدن سیگار سکته کرد، گفتن ساواک کشتش. باز هم هست جلال آل احمد سکته کرد به خاطر سیگار کشیدن، گفتن آقا مشکوکه. تختی خودکشی کرد، بستن به ریش سلطنت. نویسندگان، شعرا و روشنفکران برجسته ما در زندان ها بودند و کمترین مخالفت با نظم سلطنتی. من 2.5 سال فعالیت کردم، هزارم کتاب پخش کردم، اعلامیه پخش کردم، سیف سرویس دانشگاه را آتیش زدیم، شکستیم در هم، نه ما را دار زدن نه دار درفت. 2-3 روز شلاق خوردیم، بعد رفتیم زندان، زندانی مثل هتل، زندان وکیل آباد، و سرحالتر اومدیم بیرون. شما که احتمالاً سوسیالیست هستی، شما دوره محمدرضا شاه رو لطف بفرما و مقایسه کن با دوره برآمدن کمونیسم و لنین و دورانی که سوسیالیسم خورشید شروع به درخشیدن کرد. اگر انصاف داشته باشی خواهی فهمید که محمدرضا شاه از خود لنین در رابطه با ادیبان لیبرال‌تر بود. ملت عزیز من، از امروز ما با هم تاریخ ایران را ورق زدیم. این تاریخ
پیش از این نیز پر از صفحات درخشان و پر افتخاری بوده که در طول قرون و اعصار با دست مردم فداکار وطن پرست و پاکدلی سرزمین نوشته شده است، ولی شاید در این دوران ممتد هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود که بنیاد جامعه ایرانی به صورتی چنین عمیق و اساسی دگرگون گردد و این اجتماع کهن بدین طریق به قالبی چنین نو درآید. قصه ها پر از سکوتن، پر دردن، پر رنجن، قصه ها میگن تو دنیا آدم ها دنبال گنجن، گنجی که ارث زمینه واسه امروز و همیشه، گنجی که قصه تلخه تا ابد کهنه نمیشه.